در ملاقات سوم لباس زمانی که لیبیایی های شهری رو بپوشه. اما اخشام در لباس بعدی در ملاقات بعدی آخرین مدل دوخت پاریس رو تنش بکنه، تبدیل به یک کازانووا بشه. خب این شخصیتش که داره 42 سال در اون مملکت حکومت میکنه، متاسفانه. اما و جالب اینجاست که همین به مجردی که اون درآمد ها رو داد، یادمون هست که اول ژاک شیراک فرانسه رفت به تابلس و در زیر چادر معروف قذافی به اون ماچه‌بوسه کرد و قراردادهای اقتصادی امضا کردن. پشت سرش تولی بلیر زیادی دموکرات که معتقده که جهان وقتی پیش خوشبخت میشه که ارزش‌های زندگی اینها رو بپذیره، اونم رفت اونجا دوباره با هم ماچه‌بوسه کردن، چند تا قرارداد امضا کردن. بله چشمامون هم میزنیم، هر جنایتی که تو کردی رو میکنیم. الجزایر 200,000 نفر در اون تقلب انتخاباتی کشته شدند. هم کلینتون از اون کودتای ارتشی و بر علیه انتخابات حمایت کرد، هم ژاک شیراک فرانسه. اینا واقعیت هاییست که ما با هاش روبرو هستیم. حالا نکته این که میخوام اشاره بکنم که اول صحبتم گفتم این حرکت دوران سازه اینه. بله از 8 دیکتاتوری آرامیان شمال آفریقا دوتاش رفته، 6 باقی مونده. اما حتی اگر اینا بتونن چین سختی بکنن، دیگه اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت، دیگه طرح نوی ریخته شده. ملت های منطقه آسمان رو سخت بشکافتند و طرح نو دارند در میدونند. یه واقعیت همه اینو میدونند. از سوی دیگه دیپلماسی امپایر و غربی ها شدیدن زیر بمباران انتقاد ها. چطور شما ارزش‌های انسان به اینجور لگد مال کردید؟ و حالا عاقل‌ترین هاشون نشستن فکر میکنن که چگونه میتونیم با دموکراسی هایی که مورد علاقه ما نیستن بسازیم و باید بسازن، برای اینکه به باز هم منبع از همین رسانه‌های آمریکایی هیچ وقت آمریکا تا این حد نفوذش رو در جهان از دست نداده. حالا در این شرایط گفته میشه که آیا ما باز هم مثل گذشته باید بگیم دموکراسی به شرط خوبه که در مسیر ما حرکت بکنه، یا اینکه تن به نتیجه دموکراسی به هر شکل شمایلی که بود بدیم؟ و این هم اینطور نیست که بگیم که اینا حالا فعال مایشا هستن، هر کار اینها بخوام بکنن میکنن. نه، 4 طالبان درب داغون قرون وسطایی بزرگترین ارتش جهان رو با همراهی ناتو به زانه در آورده در افغانستان. نه، این حکایت ها نیست. حالا این اراده ملت هاست که بر ابرقدرت و قدرت ها خودش رو تحمیل میکنه که دیگه نمیتونه مثل گذشته هرچی که خواستی با ما بکنه. همون پیغامی که وائل غنیم داده در فیسبوکش، غربیان عزیز ما رو تنها بذارید برید کنار، این ندای همه منطقه است که برید کنار. ما خودمون به شما مربوط نیست با به چی رعی میدیم، ما به هر چی که دلمون خواست رعی میدیم. حالا نتیجه رعی ما مخالف نظر شما باشه، شما هستید که باید برید آب خنک بخورید، دیگه نمیتونید خودتون رو تحمیل کنید. پس نتیجه میگیرم این اتفاقاتی که روی داده دامن ایران رو هم خواهد گرفت. بله. یه نکته ویژه در رابطه بگم، اونم اینه که من این 18 روز مصر رو هر روز دنبال کردم. بعد این که خیلی برام جالب بود، اون روزهای اول یه مفسری گزارشگری در NBC از قاهره گزارش میداد، یه جمله جالبی به کار بردنم این بود که بابا در تونس یه ماه طول کشید، حالا ما چه عجله‌ای داریم تو مصر؟
بله. من با خودم میخندیدم میگفتم من به حسابی خونگیه ما خودش هم یه چشم هم زدنه، اگه قرار باشه انقلاب بشه و یه ماه بشه که یه خورده باید یه خورده دربارش بیشتر فکر کنیم. اما جنبش ایران هم تجربه 150 ساله رو ارث برده و هم در این 20 ماه به شدت خودش رو پالایش کرد، به شدت ژرفا گرفته، هر روز ژرفای بیشتر میگیره. در نتیجه بدون این که احساس ایرانیت هم گم کرده باشه، اگر بخوام نمره بدم، پیامد حرکت ایران رو بسیار مترقی‌تر و ریشه‌دارتر از حرکت‌های بحرینی و یمنی، تونسی و مصری می‌بینم. به همین دلیل بیشترین امید رو دارن این موجی که گرفته ایران رو هم خواهد گرفت، تمام منطقه رو دگرگون خواهد کرد. با وجود که روزهای سختی رو میگذرونیم، روزهای تاریک، اما روشنایی در فردامون دیده میشه، در افق روشنایی. از نیمه گذشته شب سحر نزدیک است. این رژیم ها عرض میشن، مردم نفس به راحت میکشن، اما دیگه مثل دهه 60 که کلونیالیسم کهن تبدیل به کلونیالیسم جدید شد، دیگه این بار اون تکرار نخواهد شد. بله. هر کس در جای خودش میشینه. دیگه شما حتی دخالت هست، شما از دموکراسی مشروطت برای خودت. ما هیچ حرف یک از پلاکاردهای دیگه که در میدان تحریر توجه من جلب کرد این بود، خیلی پلاکارد چند متری بزرگ بود، بگید بس به حکمرانی و فرمان دادن آمریکا. دیگه بس تموم شد. بله. حالا این مسئولان همه ملت های منطقه هست. سوریه هم که به خاطر دشمنیش با اسرائیل مورد علاقه واشنگتن نیست، اون هم ناگزیر خواهد شد. البته این رژیم های منحوسی که این همه سال در گردی مردم نشستن همه رفتنی هست. اما اتفاقی که داره میفته، من اینو وصل میکنم به حرکت به همپاشیدگی رابطه امپایر با کشورهای پیرامونی. دیگه در دهه های آینده ما شاهد این رابطه‌ای که در جنگ سرد تا حالا بوده دیگه نخواهیم بود. دیگه ما در جهان زندگی خواهیم کرد که ملت ها بیشتر از پیش بر سرنوشت خودشون حاکم خواهم بود و دخالت های بیگانه ها رو نخواهم پذیرفت. و این حرکتی که امروز داره خودشو نشون میده و از این گذشته در نصف خصوص شاید در صحبت گذشته هم اشاره کردم، در نصف 80 میلیونی که مرکز جهان عربه، در تمام دهه های گذشته جهان عرب رو رهبری کرده، در نصفی که به دلیل این که برخلاف ایران که شیعه است که بیش از 10% مسلمانان جهان رو در بر نمیگیره، مرکز جهان اسلامه که به جهان 90% 1,700,000,000 به قاهره و الازهر و مصر بهتر بیشتر توجه میکنن تا اون صداهایی که از تهران میاد. با توجه به این اگر فردا شاهد بشیم که در مصر در میهن این منظواهری نظام روی کار اومد که سلطلبه، با خودکشی، با عملیات انتحاری 100% مخالفه و پلورالیسته و اجازه میده هر کسی نظر خودش رو به راحتی ابراز بکنه، هر کسی تنها به دلیل شایستگی و سمتهایی گمارده بشه، این باعث آغاز رنسانس جهان اسلام خواهد بود. اون کاری که ایران قرار به 30 سال پیش بکنه ولی با حرکت به سوی اتوریتریانیسم، اقتدارگرایی و حالا هم کودتا، همه این امیدها رو به باد داد. اگر هم میشد به دلیل تفاوت سنی شیعه هنوز
اونجا ملاحظاتی می بود، این ملاحظات در مورد مصر نیست. توی بر شما باد. و میشه گفت که این سقوط این چنینی آمریکا نتیجه تجاوزات به حقوق ملت‌ها و حقوق مردم و به ویژه این تجاوزهای نظامیش به منطقه است. در واقع پایان دوران جنایتکاری از راه میرسد. بله، این که انسان هست، انسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ‌هاشان آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. کار به جای رسیده که به قول معروف آش انقدر شور شده که شیخ علیشان فهمیده. بله، ساله بود به مصاحبه جورج سوروس گوش میکرده، هم همونی که کودتاچی ها میگفتن که این جنبش از اونها کمک گرفتن، مشخصا انگوش به این نکته گذاشته بود. چی حرفایی که ما در 7-8-15 سال گذشته مرتب زدیم، خوشبختانه خود این کسان هم باور کردند. میگه که دولت رو با ما و ما باید به شدت مواظب باشیم که در امور ایران دخالت نکنیم و یادمون نره که حمایت ما از یه جناحی در ایران باعث به خطر افتادن اونها میشه. بله، کاش این صحبت به خانم هیلری کلینتون هم میکرد. بله، خیلی جالب، نکته پرمعنیه. یه تو دهنی به حاکمان کودتاچی که مخالفینشون رو به عنوان عوامل دشمن غربی تلقی میکنن و میگن پول داده، و دوم اینکه اینا خودشون میپذیرن، اعتراف میکنن که اگر ما هر کاری جای دیگه کردیم. در صحبت های چند ماه پیش من به ست انقلاب رنگی اوکراین و قرقیزستان و گرجستان اشاره کردم که هسته چگونه از پخت این ور بود و هسته چگونه به شکست انجامیدند. حالا با نمونه نوینی از انقلاب های بیرنگ ما روبرو هستیم و اینجا اینا اعتراف بکنن که ما به هر کسی نزدیک بشیمون دچار اشتان میشه، پس بهتر کنار باستیم. من هم میگم متشکرم از اینکه بالاخره دوزارتون افتاده، خیلی خوشحالم، دست شما درد نکنه، ما رو به خیر شما امید نیست. شرم هست. درود بر شما باد. خسته نباشید جناب بروی. به پایان هم این آقای وایلغنیم در یک مصاحبهش و برای سخنرانیش گفت که ایرانی ها از ما یاد بگیرند، ما از شما یاد گرفتیم. ما از یعنی منظورش از جنبش آموختند که چگونه میشه بدون خشونت در مقابل زور و ستم و این تبهکاری های سیاه دلان ایستاد و از ما یاد بگیرید که مقاومت و پایداری و تداومش سرنگون خواهد کرد ظلم رو. امیدواریم که اون روزهای پر از شادی و پر از آرامش به وطن اون هرچه زودتر بازگرد. حتما جانی خواهد شد، هیچ تردیدی نیست و امیدوارم اون روز هرچه زودتر بره. درود مجدد بر شما، خسته نباشید. تا گفتگویی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. روز روزگار در شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره وضعیت امروز ایران با توجه به تداوم خیزش ها و گسترش هرچه بیشتر جنبش در منطقه چه می گذرد با چنین قیام ها و انقلاب های انسانی، آن وقت در چنین احوال اوضاع و شرایط سلطه‌گران و ابزارهای استعماریشان مثل اسرائیل چیست و اوضاع جهان چگونه است؟ همبستگی جنبش ایران با قیام‌ها و انقلاب‌های منطقه و رابطه آنها با همه این عوامل در یک نمای بزرگ، اینکه جهان وارد فاز نوینی شده که بیگمان ما شاهد ثمره‌های ورود به این فاز نوین در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم بود،
چه پرسش ها و چه گفتگوهای امروز حتی در رسانه های بازاری آمریکا مثل CNN و CBC و غیر و مطرح می شود؟ این پرسش که ثبات مهم است یا دموکراسی؟ این گفته دولت مردان غرب و به ویژه آمریکا که می گویند ما به این حاکمین گفته بودیم اینقدر مردم را اذیت نکنند، اما یک ثباتی لازم است و مسئله اقتصادی و منافع ما هم ضروری است. در بحرین مقر ناوگان پنج آمریکا چه می گذشت و چرا رسانه های غربی درباره آن صحبت نکردند؟ در بحرینی که اکثریت شیعه هستند و از زمان کوروش بخشی از ایران بودند، اگر در یک انتخابات آزاد رأی به مخالفین آنها بدهند چه می شود؟ شرط هایی که دولت مردان آمریکایی برای استقرار دموکراسی مورد نظر خیش در منطقه دارند و تأکید می کنند، این دموکراسی ها چیست؟ چرا تجزیه طلبان و وابستگان به بیگانه به سرنوشت همپالکیای خیش نمی نگرند و نمی آموزند؟ مایکل لدین هم برای رضا پهلوی و هم برای سید حسین خمینی و هم برای نمایندگان ملت‌های ساکن ایران کنفرانس برگزار می‌کند و خانومی را هم به عنوان نماینده ملت لور می‌آورد. دورویی و دودوزبازی قدرت‌های مسلط به جهان با مرکزیت امپراتور و برخورد دوگانه با جهان پیرامونی. پیام وائلقنیم به غربی‌ها در فیسبوکش: انقلاب بیرنگ مصر در مرحله نخستین پیروز شد. در اولین به اصطلاح کیفرخواست بیدادگاه استالینی بعد از 22 خرداد سال گذشته که عملاً مانیفست کودتاگران بود، تأکید شده بود که جنبش مردم ایران وابسته به بیگانگان است و می‌خواستند انقلاب رنگین راه بیاندازند و شیخ وزیر اطلاعات گفت 5 میلیارد دلار گرفتند و 50 میلیارد دیگر هم می‌خواستند بگیرند. علت وحشت رژیم حاکم بر ایران از انقلاب‌ها و قیام‌های مصر و تونس و همینطور بحرین و یمن چیست؟ نه اینکه نمی‌داند آنجا چه می‌گذرد و این دروغ‌ها را برای چه می‌گوید. چه تجربه‌هایی این کشورها از انقلاب اسلامی ایران گرفتند که از آن گریزانند و چه آموزه‌هایی از جنبش ایران و اینکه ما چه باید از آنان بیاموزیم؟ این قیام‌ها و خیزش‌ها و انقلاب‌ها چه درس‌هایی برای سلطه‌گران دارند؟ امروز این اراده ملت‌هاست که خود را بر ابرقدرت‌ها تحمیل می‌کند. این حرکت‌ها حتماً به ایران خواهد رسید. جنبش ایران با تجربه 150 ساله و در این 20 ماه هر روز جرفای بیشتری می‌گیرد و پیامدهای حرکت ایران بسیار مترقی‌تر و ریشه دارتر خواهد بود. و این مهم که چون دهه 60 سلطه‌گر کهن تبدیل به سلطه‌گر جدید شود دیگر تکرار نخواهد شد. توجه می‌فرمودید؟ این برنامه‌ها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.